انیمیشن کمدی ماجراجویانه کروت ها یک عصر جدید به کارگردانی جوئل کرافورد که از 17 دسامبر اکران خواهد شد. با من همراه باشید. اسم من ایپه. تمومش کن. با ما اولین خانواده ای دنیا. قرنشینان. آیا صبح دلانگیزه دیگه؟ بابام همیشه میگه گروه باید کنار هم بمونه. دختر خودمه. فکر کردم قانشین ها سالا پیش مردن. ما خوشحالیم که ملاقات شما هستیم. آره، یه دختر دوست. من تو حالا رفیق دختر نداشتم. منم همینطور. منم نداشتم. وای این چیه؟ هر کدومش یه داستان داره و حتی بابام از این یکی خبر نداره. واو، یه انگشت بادوم زمینی. وای اون چیه؟ آلت تدافعی. امروز روز مرگته. وای سبه بینم، تو یه خرس تنبل به خودت بس کردی. منم یه خرس تنبل به خودم بس کردم. اسمش بیلته. خانواده کروت ها عصر جدید دنباله ی انیمیشن موفق کروت ها می باشد که در ایران آن را به نام قارنشینان می شناسیم. داستان قسمت اول قارنشینان در دوره تخیلی ما قبل تاریخ اتفاق می افتد. خانواده ای از انسان های قارنشین که به دلیل قوانین سخت پدر برعکس خانواده های اطرافشان توانستند زنده بمانند. در انیمیشن قارنشینان دو یک عصر جدید خواهید دید که خانواده کرود در حال جستجو برای پیدا کردن یک مکان خوب برای زندگی به یک مزرعه پر از خوراکی میرسند. در آنجا آنها با خانواده بترمن به معنای انسانهای برتر آشنا میشوند. برای خانواده بترمن دیدن قارنشینان با ظاهری عصر حجری عجیب است، اما خیلی زود متوجه می شوند که آنها هم مثل خودشان توانایی صحبت کردن دارند. خانواده کرود تازه چشمشان به امکانات زندگی می افتد. برای آنها که تا پیش از این در غار زندگی می کردند، این شیوه زندگی خیلی جذاب است. روگرویی این دو خانواده و اتفاقاتی که بعد از آن برایشان رخ می دهد دیدنی است. جالب است بدانید که نیکولاس کیج، پیتر دینکلیج، اما استون از صدا پیشگان این انیمیشن هستند. همه اینها بیانگر این است که باید منتظر دیدن یک دنباله جذاب و تماشایی بود. قبل از اینکه کسی بفهمه برمیگردیم. من توی این دنیای پرخطر فقط نگران خانواده‌ام. میفهمی که شما تا صبح دور دور میکردین؟ تنها را واسه زنده موندن اینه که گروه کنار هم بمونن. اون چیه؟ آلت تدافعی. امروز روز مرگته. انسانهای برتر حتما به یه دلیلی دیوارو ساختن. این اصلا خوب نیست. خب این یکی مال خودمه. بزن بریم گنده بعد. یه صبح دلانگیزه دیگه. بابام همیشه میگه گروه باید کنار هم بمونه. این دیگه چه کوفتیه؟ این آخر زمانه. عجیب نیست براتون این همه غذا اینجا؟ دختر خودمه. کمربند بسته. حالا ما داریم دنبال یه جای فوق‌العاده واسه زندگی می‌گردیم. ما به صورت شگفت اصلا نابغه توی عداتو در میارم. یه دختر نوجوانی دیگه؟ آره، فکر کردم قانشین ها سالا پیش مردن. ما انسان‌های برتر. انسان‌های برتر؟ تأکیدش روی برتر. چشمام، اینجا خونتونه. یه نمه بزرگه مگه نه؟ یه دختر دوست. من تو حالا رفیق دختر نداشتم. منم نداشتم. ما خوشحالیم که ملاقات شما هستیم. قربونت. چه کنیم؟
هم دیگه رو نگاه کنی. وای خیالیه. وای بابا از این یکی خبر نداره. واو یه انگشته بادوم زمینی؟ اجازه ندارید از دیوار برید بیرون. نمیدونم هارنشینا با دنیای مدرن کنار میان یا نه. مشکل چیه بوتاشن؟ اینجا داره همه رو عوض میکنه. زمان ما پرنده ها رو نگاه نمی کردن، شکارشون میکردن. میکنش قالمو بکنه. وای این چیه؟ هر کدومش یه داستان داره؟ نه این مزرعه برای شما مثل قاره، تو هم مثل منی. باز زمان پنجره دیدن سانکو محدود کنی. الان نه داکلس داره راسه بقا نشون میده. دیوارو میبینی؟ آره بپریم بریم. نه قبل از اینکه کسی بفهمه برمیگردیم. من توی این دنیای پرخطر فقط نگران خانوادم هم میفهمی که شما تا صبح دور دور میکردین؟ تنها را واسه زنده موندن اینه که گروه کنار هم بمونن. اون چیه؟ آلت تدافعی. امروز روز مرگته. انسانهای برتر حتما به یه دلیلی دیوارو ساختن. این اصلا خوب نیست. سلام برای بس فکرشم نمی کنی. ببخشید عزیزم. وایسا ببینم تو یه خرس تنبل به خودت بس کردی. منم یه خرس تنبل به خودم بس کردم. اسمش بیلته. ماین ساش اولالا فکر کردیم یه جونه برای درنده میخواد بمونم بکنیم. واسه همچین حالت تدافعی بی نقصی عذرخواهی نکن. چیزای ناآشنا اخه، کنجکاوی جیزه، شب بیرون رفتن اخخ، اساسا هر چیزی که لذت بخش ممنوعه. البته واسه من یکی اصلا ریختی نبوده. اسم من ایپه، اینا هم خانواده من. اسم خانواده ما کروته، غیر ما کسی دیگه ای نمونده. بیشتر همسایه هم داشتیم. خانواده گرسه یه ماموت زد لهشون کرد. اگه دیدن پوست حیوانا و پیشونی شیبدار واسه تون ساله، باز عرض کنم ما قارنشینی. بیشتر روزا رو تو قارمون میگذرونیم. سندی برکرد اینجا، علامت یادت نره. دختر خوب باز منتظر علامت بمونه. جونم میکنونه. مامان کارش حرف نداره. وای اینجا رو داشته باشین.